پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد نادیده گرفتن حقوق بشر در ایران. هممیهنان عزیزم، رژیم بیدادگر اسلامی در تهران با خشم بسیار از ناتوانی در برابر خیزش مردم آزادیخواه به خاموش کردن فریاد آنها می‌پردازد و دفتر دفاع از حقوق بشر در تهران را می‌بندند و بس کودکانه می‌پندارند که همه کاستی‌ها و کمبودها را با بستن یک دفتر کوچک به پایان رسانیدند. روشن نیست که این ایران ستیزان نابخرد بی فرهنگ از کجا آمدند، ولی پس از 30 سال زندگی در ایران باید بدانند که بستن یک دفتر در تهران برابر است با گشودن دهان میلیون ها ایرانی دادخواه که شمار روزافزون آنها به زودی ریشه ستم را از ایران برخواهد کند. گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دارد. پرواز را علامت ممنوعه می زنی، با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنی؟ گیرم که میزنی، گیرم که میبری، گیرم که میکشی، با رویش ناگزیر جوانه چه میکنی؟ یه پره کوچه از ولوله پر، کوچه تا کوچه هراس، خونه تا خونه عذاب. تا کی تو این ظلم بمونیم؟ یا بره از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوت در خون بسیاران بگو، باد شبگیر سخنچی پشت گوش پرده ها تا جهان آگه شبد بی پرده از یاران بگو، بی پرده از یاران بگو. یاران منشینید خاموش، ایران در سایه دار است، زیر ساطور تبهکاران است. منشینید خاموش، ای غافل سالار کجایی؟ کجایی؟ و من میخوام پرچمدار این حرکت بشم، پرچمدار این پیغام آزادی ایران بشم، پرچمدار این راه سوم باشم که ما با کمترین هزینه برای جامعه خودمون به این آزادی برسیم. و اون وقت خواهید دید که با این همبستگی و با این تعهد که امروز بستیم دستمون رو به دست هم دیگر بدیم، در این راه دنیا عکس‌العمل مثبتی نشون خواهد داد، بلکه برای بار اول یک آلترناتیو معقول و ملموسی در مقابل خودش خواهد دید. من تا روزی که زنده هستم
و تا روزی که همیهنانم رو آزاد نبینم که بتونن آینده خودشون رو به دست خودشون تعیین کنن، لحظه از حرکت ایستادگی نخواهم کرد. ما مردم ایران باید امروز قدم به صحنه بگذاریم، ما مردم ایران امروز باید این حرکت رو انجام بدیم، ما مردم ایران امروز باید این حرکت رو انجام بدیم.